درسته؟ خیلی ساده. اگر اتم عنصری داره 17 الکترون برای کوانتومی L1 یا همون P باشد، آخرین زیلای اشغال شده اتم آن داره چند الکترونه و این عنصر در دوره این و گروه این وجود دارد. به این بچه میگه پیش 17 الکترون داره. خب ما یک پی که نداریم، دو پی داریم. خب پس دو پیش باید پر باشه دیگه. دو پی باید پر شه، بعد سه پی مثلا الکترون بگیره دیگه. بعد سه پی هم خب پره، 6 برای 6 شد 12 تا، 5 تا دیگه مونده. پس 5 تا دیگه میره تو 4 پی 5. پس این تو پیش توی 4 پیش 5 تا داره. بچه ها گاز انرژی دوره 4 کریپتونه که به 4 پی 6 ختم میشه. پس این دقیقاً قبل گاز انرژی دوره 4ه. پس میشه بروم 35. حل. خب میگه که آخرین زیلای اشغال شده چند الکترون خواهد داره؟ 4 پی دیگه 5 الکترون داره. پس این غلط. و این عنصر در دوره 4 وجود داره چون گفتم ذریب S و P شماره دوره است. گروهش هم که 17 دیگه گفتم یکی قبل گاز نجیبه دیگه. گاز نجیب 18 یکی قبلش. به این سوال بعد. اگه تفاوت شماره الکترون نوترون نوترون یون تکاتومی این برابر 10 باشد، در بیرون ترین زیلایه اتمان اینقدر الکترون جای داره در اتمی عنصر X اینه. بچه ها برای این سبک از سوالات که اختلاف الکترون نوترون این حرف رو میدم واقعا فرمول استن کنید. خوشم میاد توی کنکور 99 دقیقاً سوال اومد، دو تا سوال اومد ازش و هیچ کدوم نمیشد از اون فرمول استفاده کرد چون تو هر دوش اومد اختلاف نوترون و پروتون رو داد. خب یعنی طراحای کنکور هم به این فرمول های مسخره در واقع واقفن، میدونن همچین چیزایی وجود داره و به هیچ وجه جوری سوال نمیدن که شما بتونید از این فرمول استفاده بکنید. خب در نتیجه این فرمول های مسخره و چرت و پرتی رو که برای ساده ترین سوالات وجود دارن رو حفظ نکنید بچه ها. اوکی. خب میگه اگه تفاوت شماره الکترون نوترون یون تک اتمی این 10 باشد. خب بچه اتمیش 79ه، پس نوترون به علاوه پروتون میشه 79. از طرف نوترون منهای الکترون 10. قطعا الکترون منهای نوترون 10 نیست. چرا بچه ها؟ ببینید نوترون همیشه بزرگتر مساوی پروتون و الکترون تو اتم خنثی، حتی غیر از هلیوم هیدروژن 1 که نوترون نداره. در نتیجه نوترون همیشه از الکترون بیشتره. خب حالا اگه سه تا هم الکترون بگیره، حالا دیگه مثلا دیگه تهش الکترون بیاد یکی دو تا بیشتر بشه دیگه، نمیتونه 10 تا بیشتر بشه که. درسته؟ پس قطعا نوترونه که از الکترون 10 تا بیشتره. خب حالا چون سه تا الکترون گرفته، پس الکترونش سه تا بیشتر شده. درسته؟ پس الکترون میشه پروتون به علاوه 3. درسته؟ پس من از اینجا میفهمم که نوترون منهای الکترون میشه نوترون بخشید منهای پروتون میشه 13. از طرف نوترون به علاوه پروتون بود 79. خب برای اینکه اتمیشو به دست بیارم این دو تا رابطه رو اصلا کم بکنید، جمع نکنید، کم بکنید، میشه 2 تا پی مساوی با 66، پس پی مساوی با 33. پس پروتونش 33، پس اتمیش شد 33، این 31 ها غلط. از طرف میگه که در بیرون ترین زیلایه چی وجود داره؟ بچا 31 تا 36 6 تا عنصر آخر دوره 4 هم. پس میرن توی چی؟ توی NP، میرن توی 4P. درسته؟ حالا گاز نجیب به P6 ختم میشه، این 3 تا قبلشه به P3 ختم میشه. پس 3 تا عنصر توی زیلایه آخرش وجود داره. بدون اینکه آرایش رو بنویسیم این مسئله رو زیاد درگیریم. خب بچه ها بریم قسمت بعدی، آرایش الکترونی یون. آرایش یون نوشتن خیلی ساده است، هیچ چیز خاصی نداره. اگر به شما آنیون دادن و خواستید آرایش آنیون رو رسم بکنید، فکر کنید دارید ساختار یک عنصر رو با پروتون‌های بیشتر رسم می‌کنید. مثلا من اگر آرایش یون کلور رو خواستم، خب کلور 17 یه دونه الکترون بگیره میشه 18. پس فرضون دارید آرایش آرگون رو رسم می‌کنید. اگر مثلا من آرایش اکسیژن دوباره منفی ازت خواستم، اکسیژن 8، 8 به علاوه 2 10، فرضون دارید آرایش نئون رو رسم می‌کنید. اوکی. از طرفی آنیون‌ها تو سطح کنکور همه‌شون می‌رسن به آرایش گاز نجیب بعدشون. ما آرایش گاز نجیب همشون حفظ این دیگه، هلیوم 1s2 بود، نئون 2p6 ختم میشد، آرگون 3p6 ختم میشد، کریپتون 4p6 ختم میشد. من همه رو بلدم. آرایش در واقع آنیون ها عملا ما همه رو میدونیم. درسته؟ برای کاتیون چیز چی کار میکنید؟ از بیرونی ترین زیرلایه، بهتون گفتم اونی که N بیشتری داره بعد L بیشتری داره، از بیرونی ترین زیرلایه شروع بکنید، هی الکترون بکنید، انقدر الکترون بکنید تا تموم شه. درسته؟ خیلی ساده. حالا میگه که آرایش این چند تا یون رو رسم میکنید. خب اوی دوباره منفی، خب آرایش فشردهش رو رسم میکنم من. خب هلیوم گاز نجیب قبلشه، 2s2 2p6 دیگه چون میرسه به آرایش نئون دیگه. درسته؟ p3 دوباره منفی، خب این عنصر دوره 3، پس میرسه به گاز نجیب دوره 3 که آرگون باشه، پس آرایشش میشه نئون 3s2 3p6. خیلی ساده.
کلسیوم دوباره مثبت. خب ببین بچه ها، کلسیوم خودش آرایشش چی میشه؟ خود کلسیوم آرایشش میشه آرگون 4S2. خب بیرون ترین زیلای موجود فقط همون 4S دیگه، پس این دوتا رو بردار میرسه باشه آرگون. با عدد تو میشه میتونستید حدس بزنید 20 دوتا از دست بده میشه 18، درسته؟ اونایی که باشه گاز نجیب میرسن کلا کارش ساده است دیگه. خب مس یک بار مثبت بچه، مس خودش آرایشش چی بود؟ استثناء بود، یادتونه؟ آرگون 4S1 3D10. خب من میخوام من باید یه الکترون ازش بکنم، خب یه الکترون از بیرونی ترین زیلایه میپره، از 4s میپره، درسته؟ پس میشه آرگون 3D10. اگر مس دوباره مثبت رو میخواست یکی دیگه از 3D هم پر میشد، این میشه 3D9. اوکی Fe دوباره مثبت بچه، Fe اتمیش 26ه، آرایشش میشه چی؟ توان D با 1 برابر 3D6. 4s2 3D6. خب این دو تا الکترون قرار ازش بکنم، پس این دو تا رو از 4s2 میکنم.